یه آماری بدیم از تعداد رادیو تلویزیون های ماهواره جمهوری اسلامی اگه ممکنه. عرض کنم که خب این دستگاه یا شبکه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و در سراسر جهان، یکیش همین تلویزیون های ماهواره، آمار دقیق و متمرکزی جا نیست. طبق برآوردی که من کردم فکر میکنم حدود 54-5 تا شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای دارن به زبان‌های مختلف که در کشورهای مختلفه و بیشترش در خاورمیانه قرار داره. بیش از 200 تا رادیو دارن، صدها وبسایت دارن، روزنامه دارن، یعنی نشریات چاپی دارن، و مهمتر از همه چیزی که بعد یادمون باشه، به خاطر اینکه در دوره جدید همونطور که در ایران داریم میبینیم، نقش فضای مجازی رو جمهوری اسلامی خوب درک کرده و در این کشورها استفاده از فضای مجازی رو به غایت مورد استفاده قرار میده. حتی تولیدات تلویزیونیش رو از طریق فضای مجازی، انواع اپلیکیشن ها این رو سعی میکنه توسعه و گسترش بده. خیلی نقش مهمی داره این فضای مجازی برای این دستگاه تبلیغی جمهوری اسلامی در خارج از کشور. ببینید، یک اتحادیه‌ای درست کردن، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی اسمشو گذاشتن در ایران. 10 سال هم هست که هر سال جلسه میذاره. آمار رسمی حکومت ایران میگه 236 تا عضو داره از 36 کشور. یعنی فرضمون این باشه که مثلا از 36 کشور 236 شبکه ماهواره‌ای در این اتحادیه عضون که مرکزش هم تهران. نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که تو این همایش بود با صراحت میگه هدفش چیه، بشنویم. من ای بلد؟ من العراق، من اذاعه النور، من كردستان عراق، من دوله النيجر، لبنان، يونيون ميديا. حرف اصلی نمایندگان رسانه‌ای 35 کشور اسلامی پشتیبانی رسانه‌ای از محور مقاومت بود. ان الذين يحملون السلاح. در این اجلاس که نشان دهنده تلاش‌های راهبردی است، به نمایندگی از مردم عراق اعلام می‌کنم کسانی که در میدان‌های جنگ سلاح حمل می‌کنند و می‌جنگند، نیاز به پشتیبانی رسانه‌ای قوی صادقانه دارند. آقای دایی، اینها که تو این همایش حالا شرکت میکنن، اینا همه زیر نظر صدا و سیما و دفتر رهبرن. اگر این طور نیست، چه تفاوتی از بین شبکه های برونمرزی صدا و سیما با شبکه های دیگری که زیر نظر جمهوری اسلامی هن اما مال صدا و سیما نیستن؟ عرض کنم که حدود 10 ساله که این اتحادیه رو که درست کردن، این اتحادیه میشه گفت مجموعه شبکه‌هایی که یا در کنترل کامل جمهوری اسلامی و عواملش در منطقه و در سراسر جهان هستند، یا به طور زیادی حمایت میشن و ارتباط دارن و نظر سیاسی میشه گفتش که بسیار تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن. این در این 10 سال که هست، 3 تا ما میتونیم بگیم 3 دست عضو داره این اتحادیه. یکیش خود صدا و سیما، شبکه به اصطلاح برون مرزی صدا و سیماست، یکی در لبنان، یکی در عراق. این 3 تا مهم باشه. صدا و سیما رو اگه من بخوام بگم، خب اول از همه العالم رو اینا را انداختن در سال 2002 فکر میکنم، در العالم رو انداختن به زبان عربی در کل منطقه از طریق ماهواره. چند سال بعد پرس تیوی رو را انداختن به انگلیسی که هم در لندن شعبه داره هم در لبنان شعبه داره. به خاطر تحریم ها و مسائلی که بود، پرس تیوی رو از سیستم کابل، تلویزیون کابلی و حتی ماهواره در اروپا قطعش کردن، دچار مشکلات شده. یه هیسپن تیوی دارن، هیسپن تیوی که به زبان اسپانیولیه، چه در آمریکای لاتین و چه در بخشهایی از اروپا پخش میشه و جایی که مهاجرین اسپانیایی زبان وجود دارن و جمهوری اسلامی میتونه نفوذ داشته باشه، این هیسپن تیوی هست. بعد یه شبکه هست، شبکه به اصطلاح الکوثر که مذهبیه، به زبانهای مختلف فقط برنامه‌های مذهبی داره در هند، در کشمیر، در اندونزی و جاهای دیگه. یکم شبکه سحر صدا و سیماست که به زبانهای مختلف، آذری، الان بوسنیایی، نمیدونم فرانسوی، ترکی، به زبانهای مختلف از طریق ماهواره پخش می‌کنه. بنابراین مهمترین عضو اتحادیه خود صدا و سیماست، ولی همش نیست.